صفحه 202 موضوع نامه مزبور قسمتی تطمیع بود و قسمتی دیگر تهدید. نسفزلی بیک در آن نامه گفته بود که سلطان خدا کرم می باید میرزا مهدی استرابادی خائن و یاغی را که به او پناهنده شده است بدون درنگ به وی تسلیم نماید و اگر تسلیم کند مورد عنایت کریم خان زن پادشاه ایران قرار خواهد گرفت و در صورتی که از تسلیم کردن میرزا مهدی استرابادی خودداری نماید یا در صدد براید که وی را بگریزاند، جان و مال خود او و تمام افراد طائفه و عشیره اش هدر خواهد رفت و پادشاه ایران در منطقه جوانرود به احدی ابقا نخواهد نمود، زیرا کسانی که یک خائن و یاغی را پناه بدهند خود نیز خائن و یاغی هستند و باید به سزای اعمال خود برسند. سلطان خدا کرم از نوکر سبزعلی بیک که نامه را آورده بود پرسید آیا تو می دانی مضمون این کاغذ که آورده ای چیست؟ قاصد جواب به مثبت داد. سلطان خدا کرم گفت من هرگز میرزا مهدی استرابادی را ندیده ام و نمی دانم او کوتاه قد است یا بلند قد. همین قد می دانم که در دوره سلطنت نادرشاه این شخص به طوری که معروف بود میرزا و پیشکار نادر به شمار می آمد و غیر از این اطلاعی راجع به او ندارم. و آیا منظور نویسنده این کاغذ همان میرزا مهدی استرابادی می باشد که پیشکار نادر بود؟ حامل نامه گفت بلی. سلطان خدا کرم اظهار کرد میرزا مهدی هرگز به جوانرود نیامده که اینک در اینجا باشد. حامل نامه گفت شاید او در اینجا است ولی خود را پنهان کرده و به همین جهت شما از مسکن وی اطلاع ندارید. سلطان خدا کرم خندید و گفت مگر امکان دارد که یک نفر به جوان رود بیاید و بتواند خود را پنهان کند، آن هم مردی مثل میرزا مهدی استرابادی که لابد عده‌ای با او هستند. اگر یک روستایی از جایی دیگر وارد جوان رود شود در ساعت اول ورود شناخته می شود تا چه رسد به میرزا مهدی استرابادی؟ و من یقین دارم اطلاعی که راجع به این موضوع به سبزعلی بیک رسیده یک خبر نادرست بوده است. حامل نامه درخواست کرد که سلطان خدا کرم جواب کاغذ را بنویسد و خدا کرم به کاتب گفت که جواب نامه را به همان مضمون که وی بر زبان آورد بنویسد و به دست قاصد بدهد تا برای سبزعلی بیک ببرد. بعد از اینکه جواب نامه نوشته شد خدا کرم آن را مهر کرد و به دست قاصد داد و حامل نامه به راه افتاد. جواب خدا کرم پاسخی بود ساده و بدون پیرایه و رئیس عشیره جوانرود در آن جواب گفت که او میرزا مهدی استرابادی را فقط از روی نام آن هم در گذشته می شناخت و هرگز او را ندیده و نمی داند که بعد از مرگ نادر کجا رفت و چه می کرد و به طریق اولا آن مرد به جوانرود نیامده و اگر می آمد محال بود که بتواند خود را پنهان نماید و اگر سبزعلی بیک این گفته را باور نمی کند ممکن است بیاید و خاک جوانرود را وجب به وجب مورد جستجو قرار بدهد تا بداند که میرزا مهدی استرابادی در این ولایت نیست و اگر سبزعلی بیک خواهان آمدن به جوانرود باشد خود او در تمام مدتی که در جوانرود توقف خواهد کرد میهمان خدا کرم خواهد بود. خدا کرم از حامل نامه شنیده بود که سبزعلی بیک دارای یک قشون می باشد و به همین جهت نوشت که خود او میهمان رئیس عشیره جوانرود خواهد بود، یعنی رئیس عشیره نمی تواند از قشون وی میهمانداری کند. با اینکه جواب ساده و صریح خدا کرم می باید سبزعلی بیک را متقاعد کند که میرزا مهدی استرابادی در جوانرود نیست، قائل نشد که آن مرد در جوانرود نیست و به کرسی منطقه مزبور نزدیک تر گردید
و نامه ای دیگر نوشته و برای خداکرم فرستاده و در آن گفت شاید میرزا مهدی استرابادی در جوانرود بوده و از آنجا رفته است و شما باید مسکن جدید وی را به اطلاع پادشاه ایران کریم خان زند که من نماینده و فرستادهش هستم برسانید. این نامه هم مثل نامه اول حاوی تطمیع و هم تهدید بود. سلطان خداکرم که مردی خوشخلق بود از دریافت نامه دوم متغیر نشد و به حامل نامه گفت من جواب این نامه را هم میگویم بنویسند و به توسط تو برای اربابت میفرستم، ولی تو هم از قول من به او بگو که میرزا مهدی استرابادی هرگز قدم به جوانرود نگذاشت تا از اینجا رفته باشد و باز از قول من به ارباب خود بگو که اینجا بیاید و آزادانه هر جا که میخواهد برود و هر نقطه را که میل دارد مورد تفتیش قرار بدهد تا یقین حاصل کند که میرزا مهدی استرابادی در جوانرود نیست و در تمام مدتی که اربابت در اینجا باشد میهمان من خواهد بود و من به اندازه توانایی خود به خوبی از او پذیرایی خواهم کرد. آنگاه رئیس عشیره جوانرود از حامل نامه پرسید که میرزا مهدی استرابادی چه خیانت کرده که ارباب تو از طرف کریم خان زند مأمور دستگیری او شده است. حامل نامه چگونگی اعلام سلطنت شاه سلطان حسین ثانی را به دست میرزا مهدی استرابادی برای خدا کرم حکایت کرد و رئیس عشیره جوانرود گفت من شنیدم که شخصی به اسم سلطان حسین ثانی دعوی سلطنت ایران را کرد و گفت که وی مرشد خانقاه اردبیل است و اطلاع حاصل کردم که وارد کرمانشاهان گردید و حتی شکست خوردن او به دست کریم خان زند هم به گوش من رسید، اما نمی دانستم که میرزا مهدی استرابادی او را بر تخت سلطنت نشانیده است. مضمون جواب دوم خدا کرم به دومین نامه سبزعلی بیگ با مضمون جواب اول آن مرد قدری فرق داشته. سلطان خدا کرم در جواب دوم خود بعد از تأیید اینکه میرزا مهدی استرابادی هرگز قدم به جوانرود نگذاشته بود تا از آنجا برود چنین گفته من نه در دوره سلطنت نادرشاه با میرزا مهدی استرابادی مربوط بودم نه بعد از آن، تا اینکه آن مرد اینک از پادشاه ایران کریم خان زند گریخته در جوانرود به من پناهنده شود. ولی می دانم که میرزا مهدی با عده ای از رؤسای عشایر کرمانشاهان و کردستان دوست یا مربوط بود و شاید در این موقع به یکی از آنها پناهنده شده یا به بغداد رفته باشد. در آن نامه هم خدا کرم باز از سبزعلی بیگ دعوت کرد که به جوانرود بیاید تا مطمئن شود که آن مرد در جوانرود نیست. سبزعلی بیگ بعد از دریافت دومین جواب خدا کرم حس کرد که رئیس عشیره جوانرود راست میگوید و سکنه محلی راجع به میرزا مهدی تحقیق کرد و هر کس مورد تحقیق سبزعلی بیگ قرار گرفت گفت که هرگز مردی به آن نام و نشان که سبزعلی بیگ میگوید وارد جوانرود نشده است. قبل از اینکه سبزعلی بیگ از جوانرود برود نامه دیگر به خدا کرم نوشت و در آن گفت من قول تو را باور کردم و میروم تا میرزا مهدی را در جای دیگر پیدا کنم، ولی بدان که اگر دروغ گفته باشی با سر خود و سایر مردان عشیرت بازی کرده ای، چون پادشاه ایران هرگاه بفهمد که دروغ گفته ای تو و مردان عشیرت را نابود خواهد کرد. سبزعلی بیگ در همان نامه نوشت که هرگاه میرزا مهدی استرابادی به جوانرود آمد تا پناهنده شود او را دستگیر کن و به من اطلاع بده تا بیایم و وی را تحویل بگیرم. سبزعلی بیگ روش کریم خان زند را نسبت به عباس قلی لاریجانی چون جنون می دانست و به خود می گفت اگر جوان مردی بی جای کریم خان زند نبود من اکنون عباس قلی لاریجانی را در دست رس داشتم و می توانستم او را وادار کنم که بگوید میرزا مهدی در کجاست.
چون سبزعلی بیگ متوجه شد که عباس قلی لاریجانی دروغ گفته و التماس او هم برای اینکه وی را به جوانرود برنگردانند از این جهت بود که دروغ وی کشف نشود و او اینک باید نامه‌ای به کریم خان زند بنویسد و دروغ گفتن عباس قلی لاریجانی را به اطلاعش برساند و از او بخواهد که عباس قلی لاریجانی را دست بسته نزد او بفرستد تا مورد تحقیقش قرار بدهد و بفهمد که میرزا مهدی استرابادی در کجا به سر می‌برد. نامه‌ای که سبزعلی بیگ راجع به عباس قلی لاریجانی به کریم خان زند نوشت با فتوای قتل نوکر میرزا مهدی استرابادی فرق نداشت. معهذا سبزعلی بیگ توصیه کرده بود که آن مرد متقلب و دروغگو را به قتل نرسانند، زیرا هرگاه کشته شود مکان میرزا مهدی استرابادی پنهان میماند و باید او را دست بسته به کرمانشاهان بفرستند تا اینکه مورد تحقیق قرار بگیرد و محل پنهان شدن ارباب خود را بروز دهد. در حالی که سبزعلی بیگ آن نامه را برای کریم خان زند فرستاد، فرض رفتن میرزا مهدی را نزد بعضی از رؤسای عشایر کرمانشاهان و کردستان و همچنین فرض رفتن او را به بغداد از نظر دور نمی داشت. آن مرد می فهمید که هرگاه خود بخواهد به رؤسای عشایر کرمانشاهان و کردستان مراجعه نماید، مدتی به طول می انجامد. نه در منطقه کرمانشاهان چاپارخانه وجود داشت، نه در منطقه کردستان، تا سبزعلی بیگ به وسیله چاپار از رؤسای عشایر استفسار نماید که آیا میرزا مهدی استرابادی به آنها پناهنده شده یا نه. و اگر هم چاپارخانه وجود می داشت، توسل به چاپار برای استفسار از رؤسای عشایر وسیله مفید نبود، چون آن رئیس عشیره که میرزا مهدی استرابادی به او پناهنده شده بود جواب منفی می داد و می گفت که میرزا مهدی استرابادی به وی پناهنده نشده است. لذا سبزعلی بیگ عده‌ای از افسران و سربازان خود را انتخاب کرد که با دسته های 3 یا 4 یا 5 نفری به مسکن عشایر کرمانشاهان و کردستان بروند و تحقیق نمایند که آیا میرزا مهدی به آنها پناهنده شده است یا خیر. 2 نفر را هم برای تحقیق به سوی قصر شیرین فرستاد و به آنها گفت در آنجا تحقیق کنند که آیا میرزا مهدی استرابادی به طرف بغداد رفته یا نه، و در صورتی که عازم بغداد شده آنها نیز به بغداد بروند و مسکن میرزا مهدی را کشف نمایند که بتوان او را ربود و از بغداد خارج کرد. در آن زمان مسافرینی که از ایران به بغداد می رفتند گذرنامه نمی گرفتند و حتی در اروپا هم گذرنامه وجود نداشت، مگر برای کالاهایی که از یک کشور به کشور دیگر می رفت و گذرنامه کالا مأخذ دریافت حقوق گمرکی محسوب می شد و از روی آن گذرنامه از کالاها عوارض گمرکی دریافت می نمودند. فرستادگان سبزعلی بیگ بعد از اینکه وارد قصر شیرین شدند از یک عطار که دکانش در مبدأ شهر قرار گرفته بود راجع به میرزا مهدی استرابادی تحقیق نمودند و منظورشان این بود که تحقیق را از او شروع نمایند و آنگاه از سایر سکنه راجع به میرزا مهدی تحقیق کنند تا بدانند میرزا مهدی استرابادی به بغداد رفته یا نه. عطار مزبور صاحب خانه میرزا مهدی استرابادی به شمار می آمد و منشی سابق نادرشاه بعد از ورود به قصر شیرین در خانه آن مرد عطار سکونت کرده بود. مرد عطار از آن 2 نفر پرسید شما که هستید و چرا سراغ میرزا مهدی را می گیرید و با او چه کار دارید؟ آنها جواب می دهند که فرستادگان سبزعلی بیگ هستند و از این جهت راجع به میرزا مهدی استرابادی تحقیق می کنند که بدانند که آیا او به بغداد رفته یا نه.
زیرا اگر به بغداد رفته باشد از قصر شیرین گذشته است و در اینجا از عبورش اطلاع دارند و هر کس اطلاعی راجع به میرزا مهدی استرابادی بدهد که منتهی به دستگیری وی شود از سبزعلی بیگ انعام دریافت خواهد کرد. مرد عطار بدون این که نشان بدهد که میرزا مهدی را میشناسد از آن دو نفر راجع به علت انعام دادن سبزعلی بیگ تحقیق کرد و مطلع شد که سبزعلی بیگ از طرف کریم خان زن مأمور گردیده که میرزا مهدی استرآبادی را دستگیر کند و او را نزد کریم خان بفرستد یا بعد از دستگیری به قتل برساند. فرستادگان سبزعلی بیگ ضمن صحبت تمام اطلاعاتی را که راجع به میرزا مهدی استرآبادی و سبزعلی بیگ داشتند گفتند و از جمله اظهار کردند که عباس قلی لاریجانی فرستاده میرزا مهدی استرآبادی به چنگ کریم خان زند افتاد و او عباس قلی را با خود به اصفهان برد تا اینکه وی به استرآباد نزد محمد حسن خان نرود و نامه میرزا مهدی استرآبادی هم که برای محمد حسن خان قاجار نوشته بود به دست کریم خان زند افتاد. همین که دو فرستاده سبزعلی بیگ از مرد عطار جدا شدند، او خود را به میرزا مهدی استرآبادی رسانید و هرچه از آن دو نفر شنیده بود برای میرزا مهدی نقل کرد. منشی سابق نادرشاه که امیدوار بود به استرآباد برود و بر سر املاک خیش باشد و وارد خدمت محمد حسن خان گردد، متوجه شد که باید آن امیدواری را ولو به طور موقت از دل بیرون نماید و خود را نجات بدهد تا اینکه به دست سبزعلی بیگ نیفتد. او می توانست به بغداد برود و خود را از دست رس سبزعلی بیگ و کریم خان زند و شاهرخ دور نماید، ولی در آنجا به دست مأمورین دولت عثمانی دستگیر می گردید و در هیچ قسمت از خاک بین النهرین امنیت نداشت. در ایران هم خود را در امنیت نمی دید و هر جا که می رفت ممکن بود گرفتار شود. ناگهان به خاطر آورد که در دوره نادرشاه وی خدمتی برای رئیس و ریش سفید طوائف لرستان در پشت کوه به انجام رسانیده و ممکن است به پشت کوه برود و به ابوقداره پناهنده شود و چندی در آن سرزمین بماند تا اینکه راهی برای به دست آوردن املاک خود کشف نماید. سرزمین پشت کوه لرستان که در آن دوره طول آن نزدیک 60 فرسنگ و عرض آن از شرق به غرب نزدیک 20 فرسنگ و در بعضی از نقاط 30 فرسنگ بود، در کشور ایران دنیایی جداگانه به شمار می آمد و حتی امروز هم که وضع ایران خیلی با گذشته فرق کرده، قسمتی از پشت کوه لرستان شاید هنوز دارای وضع سابق می باشد. پشت کوه لرستان سرزمینی بود و هست دارای رودهای زیاد و 3/4 از رودخانه های پشت کوه لرستان وارد رودخانه بزرگ سمیره می شود و آن رود به سوی دریا می رود. مردم پشت کوه در تمام عمر از منطقه سکونت خود خارج نمی شدند و آنقدر از مراکز تمدن دور بودند که در بعضی از نقاط پشت کوه لرستان پول رواج نداشت و مردم مثل ادوار باستانی مبادله جنسی می کردند. معاش سکنه پشت کوه لرستان از پرورش دام می گذشت و غذای آنها گوشت و لبنیات و آرد بلوط بود که خمیر می کردند و با آن نان طبخ می نمودند. حد متوسط عمر مرد و زن در پشت کوه لرستان 100 سال بود و مردان و زنانی در آنجا دیده می شدند که 150 سال از عمرشان می گذشت. آنهایی که در پشت کوه لرستان می زیستند از دنیای خارج اطلاع نداشتند و سکنه دنیای خارج هم نمی دانستند که در پشت کوه لرستان چه می گذرد. بعضی از مورخین عقیده دارند که سکنه پشت کوه لرستان بازمانده ایرانیانی هستند که بعد از تهاجم اقوام وحشی
و نیمه وحشی خارجی به ایران، زندگی در دشت‌ها را رها کردند و به کوههای لرستان رفتند و کوهنشین شدند تا از تهاجم اقوام وحشی و نیمه وحشی رهایی یابند و آن تهاجمات در چند هزار سال قبل از میلاد صورت گرفته بود. منطقه پشت کوه لرستان آنقدر صعب العبور بود که هیچ یک از جهانگشایان که از شرق یا غرب به راه افتادند و ایران را مورد تهاجم قرار دادند نتوانستند از آن عبور نمایند. نه اسکندر که از غرب به راه افتاده بود توانست از پشت کوه عبور کند، نه اعراب، و آنها نیز از غرب به راه افتاده بودند و تیمور لنگ که از شرق به غرب حرکت می کرد و ایران را مورد تهاجم قرار داد نیز وقتی به پشت کوه رسید و قدری پیش رفت دریافت که نمی تواند از آن عبور نماید و مراجعت کرد. طوائف لور که در پشت کوه می زیستند متعدد بودند و هر کدام یک رئیس داشتند، ولی مجموع رؤسای طوائف از یکی از آنها که وی را کت خدای خود می دانستند گوشه شنوایی داشتند. میرزا مهدی استرابادی می دانست که اگر خود را به پشت کوه برساند تا روزی که ساکن آنجا می باشد مصون خواهد بود و هیچ یک از دشمنانش نخواهند توانست خود را به او برسانند، لذا بدون اینکه توجه کسی را جلب نماید از قصر شیرین به راه افتاد و خود را به شهر بروجرد رسانید و از آنجا عازم پشت کوه لرستان شد و در پناه رئیس بزرگ لور قرار گرفت. سبزلی بیک بعد از چندی مطلع شد که میرزا مهدی استرابادی در قصر شیرین بوده و از آنجا به بروجرد و پشت کوه رفته، اما هنگامی از آن واقعه مطلع گردید که دستش به میرزا مهدی استرابادی نمی رسید و در عوض عباس قلی لاریجانی را بعد از شکنجه طولانی به قتل رسانید. گفتیم که سبزعلی بیگ بعد از اینکه فهمید که میرزا مهدی استرابادی در جوانرود نیست و در آنجا نبوده متوجه شد که عباس قلی لاریجانی دروغ گفت و برای اینکه کریم خان زند را فریب بدهد اظهار کرد که میرزا مهدی در جوانرود است، لذا از کریم خان زند خواست که عباس قلی لاریجانی را تحت الحفظ نزد او بفرستد تا اینکه وی را مورد تحقیق قرار بدهد و بفهمد که میرزا مهدی استرابادی در کجاست. نامه سبزعلی بیک راجع به لزوم برگردانیدن عباس قلی لاریجانی در ساوه به دست کریم خان زند رسید و هنگام وصول آن نامه خان زند مشغول تحقیق در مورد شاه سلطان حسین ثانی بود که گفت او را در ساوه بزرگ کردند. وقتی نامه سبزعلی بیک به کریم خان زند رسید امر کرد که عباس قلی لاریجانی را نزد سبزعلی بیک ببرند. عباس قلی لاریجانی همین که دانست او را به کرمانشاه خواهند برد تا تحویل سبزعلی بیک بدهند حدس زد که زنده نخواهد ماند و خواست خود را به کریم خان زند برساند و از او استرهام و درخواست کند که از فرستادنش نزد سبزعلی بیک صرف نظر نماید، ولی دستش به کریم خان زند نرسید چون دستور داده شده بود که بیدرنگ او را به سوی کرمانشاهان به حرکت درآورند و تحویل سبزعلی بیک بدهند. کریم خان زند در کرمانشاه عباس قلی لاریجانی را مورد حمایت قرار داد چون می اندیشید که آن مرد یک قاصد است و گناهی ندارد و نباید مورد مجازات قرار بگیرد، ولی بعد از اینکه نامه سبزعلی بیک را دریافت کرد و خواند که عباس قلی لاریجانی دروغ گفته و منظورش اقبال بوده از آن مرد سلب علاقه نمود و عباس قلی لاریجانی را به کرمانشاه بردند و به سبزعلی بیک تحویل دادند.
آبدار قدیم نادرشاه که مردی قسی القلب بود، برای اینکه عباس قلی لاریجانی را وادار به ابراز حقیقت نماید، دستور داد که میله های آهنی را در آتش بگذارند و بعد از اینکه گداخته شد روی بدن عباس قلی لاریجانی قرار دهند و همین که اولین میله گداخته را به بدن آن مرد بدبخت چسبانیدند، از فرط درد فریاد زد و گفت دست از من برداری تا حقیقت را بگویم. و آنگاه گفت که آقای او میرزا مهدی استرابادی در قصر شیرین است و او به دروغ اظهار کرد که وی در جوانرود به سر می‌برد، ولی از این جهت دروغ گفت که نخواست آقای خود را دچار مهلکه نماید. سبزعلی بیگ به سوی قصر شیرین به راه افتاد و عباس قلی لاریجانی را با خود برد و در آنجا شنید که مرغ در قفس نیست و به گمان اینکه باز عباس قلی لاریجانی دروغ گفته، او را مورد شکنجه قرار داد و بدنش را با آهن گداخته سوزانید. مرد تیره روز تحت شکنجه فریاد می‌زد و سوگند یاد می‌کرد که دروغ نگفته و هنگامی که میرزا مهدی استرابادی به او نامه ای داد تا به استراباد ببرد و به محمد حسن خان قاجار بدهد، در قصر شیرین بود. از بس عباس قلی لاریجانی فریاد زد و سوگند یاد کرد و گریست، سبزعلی بیگ در صدد برآمد تحقیق نماید و معلوم شد که میرزا مهدی استرابادی به راستی در قصر شیرین بوده و از آنجا رفته است. سبزعلی بیگ بعد از چند هفته تحقیق و کاوش عاقبت مطلع شد که میرزا مهدی استرابادی راه پشت کوه لرستان را پیش گرفته و لذا به کلی از دسترس او خارج شده است. آن وقت از فرط خشم امر کرد که سر از بدن عباس قلی لاریجانی جدا کردند و آن نوکر وفادار قربانی میرزا مهدی استرابادی شد و سبزعلی بیگ بعد از اینکه دانست دیگر دستش به میرزا مهدی نمیرسد، راه اصفهان را پیش گرفت تا به کریم خان زند ملحق گردد. کریم خان زند بعد از اینکه وارد ساوه شد، تحقیق کرد تا بداند کسانی که شاه سلطان حسین ثانی را در ساوه بزرگ کردند و به عرصه رشد رسانیدند و فوت نمودند که بودند. به زودی بر خان زند معلوم شد که شاه سلطان حسین ثانی دروغ گفته و پدرش را که موسوم به جعفر لباف بود به خوبی می شناخته است. عده‌ای از سکنه ساوه که در صحت قول آنها تردید وجود نداشت، شاه سلطان حسین ثانی به اسم اصلی حسین ساوه‌ای را شناختند و تأیید کردند که او پسر جعفر لباف بوده و نخواست که شغل پدر را پیش بگیرد و از ساوه رفت و مشهور شد که در بغداد سکونت کرده است. وقتی حسین ساوه‌ای مقابل شهود قرار گرفت و همه او را شناختند، دانست که بیش از آن نمیتواند دعوی نماید که پسر شاه سلطان حسین صفوی است و مجبور شد که به حقیقت اعتراف کند. اما گفت که اگر میرزا مهدی استرابادی او را اغوا نمی کرد، حاضر نمی شد که بر تخت سلطنت بنشیند و خود را پادشاه ایران بداند. کریم خان زند گفت قبل از اینکه میرزا مهدی استرابادی به تو برخورد نماید و تو را اغوا کند که بر تخت سلطنت بنشینی، تو خود را پسر شاه سلطان حسین صفوی معرفی می کردی، در صورتی که می دانستی که پسر جعفر لباف هستی و این دعوی دروغ و جعل تو غیر قابل انکار است. حسین ساوعی سر را به زیر انداخت. کریم خان زند گفت اگر بعد از این که در کرمانشاه دستگیر شدی حقیقت را می گفتی و اعتراف می کردی که عنوان پسر شاه سلطان حسین را جعل کرده ای، من در مورد مجازات تو قائل به تخفیف می شدم و به حبس تو اکتفا می کردم، چون نمی توانستم تو را آزاد نمایم، زیرا اگر آزاد می شدی مردم فکر می کردند که دعوی تو یک ادعای محق است و تو پسر شاه سلطان حسین صفوی هستی، وگرنه من تو را رها نمی کردم و آن وقت فتنه بر می خواست. آیا می گویی برای چه بعد از اینکه گرفتار شدی حقیقت را نگفتی؟ جوان ساوعی گفت ای پادشاه ایران،
من دیدم بعد از اینکه گرفتار شدم طوری با من رفتار می کنند که گویی من پسر شاه سلطان حسین صفوی هستم و هر کس به من می رسد سر فرود می آورد و روز و شب به خوبی از من پذیرایی می نمایند و من به خود گفتم که اگر حقیقت را بر زبان بیاورم و بگویم که من پسر شاه سلطان حسین صفوی نیستم آن زندگی آسوده و محترم از بین خواهد رفت. علت دیگر که مانع از این شد من حقیقت را بگویم همین است که اکنون شما گفتید و آن ترس از مجازات بود. من می دانستم که چون ادعای سلطنت کرده ام و بر تخت نشسته ام و گفته ام که مرشد بزرگ خانقاه اردبیل هستم مجازات خواهم شد ولو به خطای خود اعتراف کنم و شما مرا بدون مجازات رها نخواهید نمود. این بود که فکر کردم صلاح من در این است که بگویم شاه سلطان حسین هستم، زیرا تا روزی که مرا پسر شاه سلطان حسین بدانند به آسودگی زندگی می کنم و همه مرا محترم خواهند شمرد و از مجازات هم معاف خواهم بود. کریم خان زند گفت: جسارت و تهور تو در دروغگویی بیش از دعوی مجهول تو قابل مجازات است، چون هر کس ممکن است فریب بخورد و مورد اغوا قرار بگیرد، ولی بعد از اینکه فهمید فریب خورده باید صداقت را پیشه نماید و اعتراف کند که او را گول زده بودند، ولی تو با اینکه گرفتار شدی باز دست از دروغگویی و جعل بر نداشتی و از حسن ظن من نسبت به خاندان صفویه استفاده سوء کردی و استمرار تو در دروغگویی و جعل قابل بخشایش نیست.